وضعیت بهار ما. شما موندین اونجا. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا قبل این که بریم یه جای خیلی باحال که پیدا کردم، من قراره برم روزتکا، یه مغازه است شبیه دیجیکالا و آمازونه، ولی خب شعبه هم داره تو همه جای اوکراین. میتونی محصولی که دلت میخواد سفارش بدی بری اونجا، اول تستش کنی، اگه لباسه بری پروف کنی، بعد اگه دوست داشتی بری بگیریش. مثلا الانم بریم اول من لباسمو بگیرم، بعدش بریم اونجا باحاله که بهتون گفتم. نظرتون چیه؟ من خوشم اومد. نمیدونم بگیرم یا نه، بذار مشکیرم امتحان کنم، شاید بهتر باشه. اینو زیاد نیستم، اما توصیه رو میگیرم، توصیه رو میگیرم، بهترم هستش. تا اومدم برم تو، آژیر حمله هوایی رو زدم و این آرت گالریه زمانی که آژیر میزنن انگار که کار نمیکنه، خیلی جدی میگیرن این قضیه رو. خیلی وقت بودم چه چیزی رو ندیده بودم توی اوکراین، چون معمولا دیگه کاری به این قضیه نداشتن. تا دو سال پیش اینطوری بودش که آره هر سری آژیر حمله هوایی میشه همه میرفتن پناهگاه اینا، ولی الان انقدر دیگه کم اهمیت شده به این چیز اصلا کاری ندارم. ولی خب جالبه، حالا میمونم تا تموم بشه، امیدوارم به زودی تموم شه این قضیه و دوباره میرم تو. این جلوی موزه است که این قدرم بازسازیش میکنن، خوشگل هم بسته. خیلی باحال بودش، خیلی خوش آمدش باحال. اون تابلوش که صبح یک شنبه در برلین واقعا شبیه برلین بودش، یعنی آدم ها به صورت کاملا در با داغم، بعد اون هنگوور شنبه وقتی میزنم بیرون توی مترو دقیقا همین شکلی هست. بچه های آلمان کامنت بذارم بگم. پرچم سربازایی که کشته شدن از اون کشور، بیشترش به اوکراینه، ولی پرچم انگلیس و ژاپن و آمریکا و اینجور کشورها هم توش هست. این اون پرچم کشور هست که بهتون گفتم، این پرچم ایرلند رو من میبینم، از اینجا ژاپن رو میبینم، انگلیس رو میبینم، با استرالیا. زاویه خوب پیدا کردم، بذارین یه سری حرف دارم با تون بزنم. سال نوتون پیشا پیش مبارک باشه و امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشید در پیش رو. قیمت ها چقدر بالا رفته اینجا؟ قیمت ها یعنی یه جورایی بالا رفته که اصلا انگار که تو اروپا هایی، یعنی اولیا که الان اسپانیا هایی، میگه قیمت ها تقریبا شبیه به اوکراینه و شاید یه تفاوت خیلی کم داشته باشه تو یه سری از موارد، مثل مثلا اجاره خونه و اونجور چیزا. آره دیگه، زندگی خیلی سخت شده اینجا واقعا، مثلا از زمانی که این لهستانی ها گرفتن مرز و بستن و اجازه نمیدن که مواد غذایی و نمیدونم مواد کشاورزی و اینجور چیزا مثلا وارد شه
به اون کمک و وارشه سخت شده قضیه. یه چیز دیگه ای که منو خیلی اذیت میکنه تو کامنت ها، کامنت عالیه، یعنی اصلا من با این قضیه کاری ندارم که حالا یه سری هیت هست همیشه، اصلا موضوعی که کانال من داره هیت خیزه، یعنی چون که خب طرفدار روسیه تو ایران طرفدار پوتین کم نیستش و حتی بگیم اگه 1% از جمعیت ایران هم طرفدار روسیه و پوتین باشه باز خودش هم زیاده. ولی دو تا کانال من تو آنالیز یوتیوب هم که میدم طوری بودش که از دو تا کانال بازدید کننده هاش میومدن ویدیوهای منو میدیدن. یه دونه کانال جنگ پژوهیه که کلا سوراخو پیدا کرده، سوراخ هم همون جنگ اوکراین و روسیه است و از اون طریق خب داره بازدیدش رو میگیره. ولی یه کانال دیگه هستش، کانال رایفی پور، و خب اون آدم که دیتای درستی نمیده به کسایی که دارم ویدیوهاشو میبینم، این که اصلا چیز عجیبی نیستش در مورد رایفی پور. بعد اون آدم ها با اون دیتایی که گرفتن میان تو کانال من یه سری کامنت هایی میذارن که واقعا عجیبه. مثلا کامنت گذاشتن اوکراینی حقشونه که اصلا این اتفاق براشون افتاده، چون که تو زمان جنگ ایران عراق به صدام تانک میدادن و سلاح اینا میدادن. یه سرچ کوچولو توی گوگل، تو ویکی‌پدیا واشا میتونید بفهمید جنگ ایران و عراق 1988 تموم شدش، فکر کنم اواخر 1988 بود. شوروی سال 1991 فروپاشیش اتفاق افتاد. پس اصلا اوکراین هیچ جوری نمیتونسته به صدام تانک بده یا سلاح بده، هرچی بوده از سمت مسکو بوده، چون رأس شوروی تو مسکو بوده دیگه، پس همه تصمیم‌ها اونجا گرفته میشده. سوال بعدی که خیلی میپرسن اینه که تو رو جنگ نمیفرستن؟ اگه خیلی دوست داری منو بفرستن خب اون یه بحث دیگه است، ولی نه همینطوری منو نمیفرستن، چون که من نه شهروند اینجام نه اصلا ربطی دارم به این قضیه جنگ. آره میتونم خودم اگه دلم بخواد همین فردا میتونم برم، ولی فعلا این تصمیمو ندارم و بذارم اوکراینیا برای خودشون بجنگه. این کامنت خوبه، این کامنت خدا بود. یعنی اوکراینیا رفتن تو عراق جنایت کردن با اون ائتلاف آمریکا برای دفع عملات داعش، رفتن اونجا جنایت کردن، حقشونه این جنگ. اصلا حالا بگیریم که اوکراینیا رفتن عراق که ما میدونیم این برای قضیه مینزداییه، چون تخصص اون گروهی که از اوکراین فرستادن همین مین و اینجور چیزا بودش. اصلا بگیریم حضور هم داشته باشن، جمهوری اسلامی که حضورش بدتره تو عراق و سوریه، مردم از دست اون حضور خستن، ولی تو اخبار نمیبینی کسی بگی که اوکراینی اومدن به کشور ما گند زدن. میشی میگم یه ذره فکر کنین. ولی در کل دمتون گرم، کامنت ها میخندیم دیگه با این کامنت ها اینجوری، شما هم بریم بخونین حال کنین. اصلا هر وقت حالتون بد بود بیان کامنت های زیر ویدیو دانیال مسابقه کردم با ویدیو خارکوف، این دوتا رو بخونین حال میکنین. اینجا فکر کنم ویدیو رو تموم کنم. دم شمایی که نگاه کردین تا الان این ویدیو رو گرم، کامنت بذارین، ویدیو رو لایک کنین و سابسکرایب یادتون نره، سابسکرایب رو چک کنین، شاید پریده باشه. تا ویدیو بعدی فعلا. من راستی دیدیم من این چیز سبز رو سری پوشیدم، من از اون بچه‌ها بودم که از زمانی که میرفتم مثلا مغازه خرید میکردم بلا فاصله میپوشیدم. عادت دیگه ای که دارم اینه که زمانی که یه چیزی میخرم که پول زیادی برای اون جنس دادم میرم چک میکنم که این فیک نباشه. این عادت نمیدونم چیه و همیشه هم احساس میکنم این فیکه. یه سری چیزاش مثلا اتیکتت شبیه فیکاست ولی آرمش مثلا شبیه اورجیناله. من چجوری بفهمم اینو؟ داستانی داره. بریم آقا.